و اینک اولین خواننده زن پشتو زبان فارسی میخواند رامشا. تو پرم یه لحظه بی چشات از دنیا دل خورم، بیا منو ببر به عاشقونه ها، حالا که عاشقم مثل دیوونه ها، بیا منو ببر یه جای دور دور، یه جای ساکت و قشنگ و بی عبور، بیا منو ببر به عاشقونه ها، حالا که عاشقم مثل دیوونه ها، قشنگ و بی عبور، بیا منو ببر به عاشقونه ها، حالا که عاشقم مثل دیوونه ها، بیا منو ببر یه جای دور دور، یه جای ساکت و سپاس خانمی رامشا به افتخارش، بسیار زیبا، خیلی متشکرم. خانم نخوری زمین، چه لباس زیبایی. ببینم این وقت از این برم ببینم آره دقیقه این هم میبره، خیلی هم قشنگ زیبا. ببینم همه دستوز سنتی هستش، از اونجا الهام گرفته شدی؟ بله جدا؟ بله از افغانستان. جدی میگی؟ نه شما از کنون قسمت افغانستان هستی؟ از قندهار. از قندهار؟ و جالبه که شما اصلا زبون اصلیتون پشتو هستش. بله. میخوام بیان اینجا صحبت کنیم، صداتون هم بگیم. و فارسی رو برای ما خوندیم، خب بدونش ما بفهمیم حداقل. و داستانش چی بوده که شما فارسی خوندیم؟ خب خیلی مدت کوتاه میشه که کوشش کردیم فارسی، زبان فارسی رو یاد بگیرم. دیگه بازم یک کم لهجه داره دیگه. ولی از پارسا که شما کوشش کردم دیگه. خیلی زیاد آهنگای زیادی هم به زبان فارسی داریم. بله برای ماها. بله. پشتو هم که حتما داریم. پشتو هم آهنگ پشتو خیلی زیاد دارم. بله. و شما الان نزدیک سال تحویل، خب ما هفت سین داریم. بدون شما هم سر سفره نوروزیتون هفت میوه دارید. درست؟ هفت میوه دارید. درست کردین شما برای نوروز؟ بله بله. چیا هستش تو شما ببینیم بخوریم خونتون یا ببریم حداقل به صورت این چیزا تهیه کنیم؟ همش درای فروتس هست. میوه خشک. میوه خشک بله. هر چی باشه نه. سنجد هم شما میریزین؟ بله بله. مزه سنجد خیسش چطوره؟ خیلی دلیشس هست. خوشمزه است؟ آره تو هفت میوه که خیلی. پس من پیشنهاد میکنم این دفعه اونا که مون بعد از 13 به در بزنی خیس بخوره.
خودتون بخورین، خوش نمیاد بفرستین بهش میگه چرا اینجوری شد. ولی منم خوردم خیلی خوب، مزه میوه میده، مزه میوه میده. و خیلی خوشحالم با ما بودی. خیلی ممنون. خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. منم سال عید نوروز به همه شما عزیزا تبریک میگم. سلامتی شما رو از خداوند خواهانم و خیلی خوشحالم که این سال در جمع شما دوستا تجلیل کردیم. خیلی ممنون. سپاس.